خب نوع دیگری از داده های نوشتاری که هستش میتونیم مثلا به عنوان مثال به گذاشتن یک لینک داخل وبسایت خودمون اشاره بکنیم. به عنوان مثال ما یک صفحه وبی داریم که داخل اون قرار یک لینکی بذاریم یا یک باتونی باشه که از اون صفحه لینک بکنه ما رو به یک صفحه دیگه هدایت بکنه. برای این منظورم به عنوان مثال به صورت طبیعیش خب ما باید یک کنتاکتی با یوزر خودمون داشته باشیم. من اینجا به عنوان مثال می نویسم for more videos click on the link و در قسمت بعد برای اینکه بخوام یک ارتباطی با یعنی لینک خودم رو تعریف بکنم از عبارت a و حرف استفاده میکنم. در کوتش مارک آدرس پیجی که میخوام باز بشه رو تعریف میکنم و در این قسمت تگ خودم رو میبندم و به عنوان مثال Azimypc and YouTube. و تگ آ رو هم می‌بندم. خب من اگر اینجا الان این کد رو هم ذخیره بکنم و کافیه که اینجا یک بار رفرش بکنم پیج خودم رو، میبینید که در این قسمت for more videos click on the link و اینجا Azimypc on YouTube هستش که به صورت لینک هم هست و اگه من روش کلیک بکنم میبینید که مستقیم به کانال یوتیوب من متصل شد. خب دوستان اتریبیوت دیگه ای که میتونم بهتون معرفی کنم اینجا با هم دیگه کار بکنیم ایمیج هستش، یعنی اضافه کردن عکس به صفحه وب خودمون هست که اون رو هم الان بهتون کار میکنم، یعنی بهتون آموزش میدم من دیگه کار میکنیم. مجددا کافیه که فقط به آیدی اتم برم، اینجا در قسمت اجزای فایل خودم کافیه که من اون عکسی رو که میخوام نمایش بدم ابتداعا کپیش بکنم داخل اون فولدر. به عنوان مثال من از لوگوی خودم استفاده می کنم و کافیه که من یک عکسی رو داخل فولدر خودم اینجا بذارم. بهتره که در اینجا هم از یک اسم یک فولدر مجزا استفاده کنیم، ولی خب من مستقیم فایل رو پیست میکنم اینجا یا بهتره که مستقیم در فولدر که برنامه رو در روت دایرکتوری ساختیم در اونجا تعریفش بکنم که فولدر دکومنتس
سمپ و فولدر SMPC اینجا قرارش میدم. خب میبینیم که فایل رو اینجا داریم. در گام بعد کافیه که من از یک تگ BR استفاده بکنم که فقط یک خط منو به پایین انتقال میده و از اتریبیوت ایمیج در اینجا اسم عکس خودتون رو مینویسید. نام فایل من که اینجا هستش عظیمی پی سی لوگو پی ان جی هستش. خب در گام بعد میتونم ابعاد عکس خودم رو مشخص بکنم با به عنوان مثال ایتش سی و سی باشه. میخوام که کاملا لوگوی خودم در یک اندازه مشخص مربع نمایش داده بشه. اگر این کد رو هم ذخیره بکنم و یک بار دیگه مرورگر خودم رو رفرش بکنم، میبینید که لوگوی من هم در این قسمت نمایش داده شده، فقط یک مقدار بسیار کوچک هستش. من این رو تبدیل میکنم به 50 و 50 یک ذخیره میکنیم و مجددا بروزر رو رفرش میکنم. خب یک مقدار بزرگتر شد. خب تا اینجای کار رو با من پیش بیایید، در ویدیو بعد بیشتر با هم در مورد اتریبیوت ها کار میکنیم.